یعنی لغو این شرکت های امنیتی میتونه که تاثیر مثبت روی امنیت افغانستان داشته باشه؟ اولا برادر از ما برات بگم که ما سه قوه داریم. ما اول قوایی که فعلا تخمینا هر مصرفی که کشور چند کشورایی که در افغانستان حضور داره اونها با پلیس ما را تقویه میکنه، اردوی ما را تقویه میکنه. ما فعلا در افغانستان نمیفهم 60,000 یا 50,000 نیرو داریم. ما به خاطر چی نیرو را نگاه میکنه؟ یا دولت کرزه یا دولت افغانستان به خاطر چی نیرو را تقویه میکنه؟ به خاطر امنیت. پس اگر شرکت های خصوصی که از بین بره اینو میتونه که تقویه یا رشد به افغانستان یا در امنیت افغانستان سهم شه و میتونه که امنیت بهتر شوه بلغار بیاره. لکه څنګه چې موږ تاسو په خپل وینو او په کراته کراته ملي دي د ورځې په خصوصي شرکت کې کار کوي، یعنی خصوصي هغه یو امنیتي کاسي خو بعد له مخامه په خپل دوی همدا غلاو کې نیول شوی. په کراته کراته همدا خبر خصوصا په جنوبي ولایتو کې همدا خصوصي شرکتونه والا چې ځان یو ډیر فعال ونډه په ټولنه کې د ځان بولي چې نمو دوغمره ونډه اخیستله. خو زما په نظر دوی دوغمره بې امنیتي راوستلې ده. که چېرې دوی حامد کرزی وکولای شي یا دولت وکولای شي همدا خصوصي شرکتونه له منځه یوسي، موږ تاسو په هیواد کې به امنیت یو په څو برابره زیات شي. ای خو واضح است به امنیت افغانستان، چون اینها که لغوه شدن همکاری بیشتر امرای شبکه های تروریستی هم صورت نمیگیره و همچنان از نگاه اقتصادی اونها هم تمویل نمیشه. پس این دو راهی که برای اونها مسدود شد حتما امنیت در افغانستان نسبتا خوب میشه، بلکه 100% نه، یک اندازه از مراحل قبلی که خوبتر شاید شد. موضوع دیگی رو که میپرسم امرخس، چی فکر میکنین با لغو این شرکت های امنیتی خصوصی، لغو این شرکت ها چقدر میتونه که مثمر واقع شود در قسمت امنیت افغانستان؟ ببینین اگر ما چیزهایی که در فوق ذکر کردم اونا را ما از بین برده بتانیم، در اون صورت تبین که مفید است. مفید به ایمان است که مردم ما آرام میشه، ما متیقن میشیم که به دشمن ما دیگه کس کمک نمیکنه، ما متیقن میشیم که راه های ما امن میشه و امنیت میشه. طبعا این با مفاد مردم و با مفاد دولت و با مفاد خلق افغانستان است. و اگر ما بتانیم جای از اینها را پر بکنیم توسط قوای امنیتی خود، یک خوشبختی ما هست. یک عملی خواهد بود که مردم بالای دولت اعتماد پیدا بکنه و احساس زیر بکنه که دولت ما میتونه ما را حمایت بکنه. اگر دولت بتانه اتباع خود حمایت بکنه، در اون صورت اتباع طرفدار دولت میشه، در اون صورت دشمن دوجه جای پیدا نمیکنه. ببین وقتی ما متوجه میشیم که کار اشتباه کردیم، راه اشتباه رفته را، راهی که اشتباه هست و او راه را رفتیم، به هر صورتش در هر نقطه ای که ما متوجه شویم که راهی که ما میریم اشتباه هست، برگردیم به نفع ماست. برگشت از یک راه غلط در واقع متوجه شدن به کار نادرستی است که ما تا هنوز انجام دادیم و هیچ چاره نیست جز این که ما از راه برگردیم. از این جهت میتونه یک نقطه مثبت باشد. اما این که ما انتظار داشته باشیم که لغو نیروهای امنیتی خصوصی به خودی خود میتونه ممید امنیت باشه، کمک بکنه برای امنیت در افغانستان، متاسفانه باز چنین چیزی نیست و تأمین امنیت در افغانستان از راه‌های دیگه بیشتر میسر هست که تقویت دولت افغانستان هست و ظرفیت‌های نیروهای دولتی، نیروهای ملی افغانستان هست و همچنین نقش جامعه جهانی در اینجا میتونه مؤثر باشه. نفس لغو نیروهای امنیتی به خودی خود فعلا کمک به امنیت نیست و خوبیش در اینجاست که این نیروها به عنوان نیروهایی که میتونست هر آن بالقوه توان را داشت که هر آن تبدیل شود به یک نیروی ضد امنیت، نیروی ضد دولت، اینا باید جلوگیری شود و خوب شد که ملغاش. مطمئنن که هر اندازه که قوتهای امنیتی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان و هر نوع نیروهای خارجی و داخلی که در افغانستان هستن، از یک دست وایدی داره شود، از یک مرکز سوق اداره واید داشته، مطمئن به مو اندازه در تامین امنیت نقش می داشته باشه و هر اندازه پراگندگی ها بین قوتهای مسلح افغانستان و نیروهای خارجی وجود داشته، مهمی نتایجه که تلفات ملکی هست،
صدمه به جان و مال مردم هست، یک از عواملش که عدم امانگی بین خود. بنابراین من معتقد به این هستم که تا زمانی که قوتهای تمام نیروهای مثلا در افغانستان از یک مرکز واحد رهبری و فرماندهی شود و بالاخره سوق اداره شود، مطمئن این که برای جلوگیری از ناامنی هم مسئولیت می‌داشت باشه و از جانب دیگه هم بالاخره مرتبه افغانستان آرزومندیشان و اعتمادشان به نیروهای مثلا افغانستان بیشتر بشه. شما دیدین عمله ایره که مخالفین دولت در دفتر یوناما در ایراد کردن و پلیس ملی افغانستان به کمترین وقت زمانی این تحت مهار ساختن. بنان ما امید هستیم که همین سرمایه گذاری هایی که 1.2 میلیارد دلار به جیب افراد و اشخاص از طریق ایجاد کمپانی های خصوصی میره، اگر این پول در تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به مصرف رسد، به مراتب موثرتر و مفیدتر خواهد بود.